مثال 46، همونطور که در تصویر مثال 46 میبینید، یک مربعی رسم شده که قسمت انتهایی یا یکی از اضلاع اون به صورت کامل رسم نشده و یه هاشوری در اون درج شده. حرف L رو معرف فرمان لاین در خط فرمان تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم، مکان نما به حالت به علاوه ترسیم تبدیل میشه. در خط فرمان اعلان specify first point رو داریم، specify تعیین کردن، first اولین point نقطه، در یه نقطه مثل اینجا کلیک چپ میکنیم، روی آیکون ارتو مود کلیک چپ تا پار خط مجازی در راستای محورهای قائمه قرار بگیره. در خط فرمان اعلان specify next point نقطه بعدی رو تعیین کنیم، عدد 10 رو تایپ میکنیم، کلید انتر، پار خط مجازی رو به سمت بالا حرکت میدیم، عدد 10 رو تایپ میکنیم، کلید انتر، پار خط مجازی به سمت چپ، عدد 10 رو تایپ میکنیم، کلید انتر، و پار خط مجازی رو به سمت پایین تایپ میکنیم و عدد 5 رو تایپ و کلید انتر رو میفشاریم و از فرمان خارج میشیم. اینجا در این قسمت که ملاحظه میکنید، اینجا یک گپی وجود داره، یک تلرانسی وجود داره، میخوایم بیایم هاشور رو اینجا بزنیم. حرف H رو در خط فرمان تایپ، کلید انتر. اینجا اگر مشاهده کنید، در کادر هش اند گرادین در ناحیه گپ تلرانس، در این ناحیه اینجا تلرانس عدد صفره. موضوع ما باید این موضوع بسته برای هاشور باشه. اینجا من میام این عدد رو مثلا یه عدد 10 میذارم، عدد رو عدد 10 میذارم. نوع هاشور هم GIS LC20 اسکیل 100 هست، رنگش هم رنگ قرمز. در ناحیه باوندری روی دکمه اد پیک پوینت کلیک چپ، در یه نقطه مثل اینجا کلیک چپ میکنم. اینجا ملاحظه کنین برای ما یه پیغامی رو، یه کادری ظاهر میشه، میگه هچ اسلش اوپن باوندری وارنینگ، محدوده بسته شما اینجا بازه. من اینجا روی پیغام continue hatching this area، continue ادامه دادن، hatching آشور، this یعنی این area یعنی مساحت، میگم این مساحت رو برای آشور زدن ادامه بده. روی این پیغام کلیک چپ میکنم و کلید enter رو میفشارم. روی preview کلیک چپ، اینجا اگر ملاحظه کنید اومد برای ما هاشور رو زد و کلید enter رو میفشارم. اینجا اگر ملاحظه کنید هاشور اینجا اومد برای ما ایجاد شد، علارغمی که این قسمت باز بود، گپ داشت. خود نرم افزار اومد برای ما یه محدوده بسته ای رو روی این ایجاد کرد. این کاربرد اون حالت تلرانس زمانی که محدوده ما یه محدوده بسته ای نباشه.